سلام و درود به شما دوستان و همراهان عزیز متاسفانه با خبر شدیم که اکبر گلپایگانی معروف به گلپا خواننده پیشکسوت کشورمان ساعت قبل دار فانی را ودا گفت گلریز برادر این خواننده محبوب کشورمان در یک گفتگوی تلفنی با سید عباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت خبر از فوت برادرش استاد گلپا را داد ضمن عرض تسلیت به خانواده محترمشان و مردم هنردوست کشورمان با ما همراه باشید تا در ادامه ویدیو به بیوگرافی و قسمتی از زندگی ایشان میپردازیم لطفا قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشم فعال کنید اکبر گلپایگانی متولد ده بهمن 1312 در تهران خواننده بود. پدر و پدر بزرگش از خاننده های خوبی بودند. چهار برادر به نام های عباس حسن که مدرس آواز و استاد دانشگاه محمد خواننده مشهور به گلریز و محمود مهندس و مدرس آواز است و یک خواهر به نام مریم دارد علاقهش به موسیقی از دومه دبستان به سبب هنرمندانی که به منزلشان رفت آمد می کردن شروع شد. سپس به مدرسه نظام رفت و با نور علی خان برومند استاد موسیقی و ردیفتان آشنا شد. استاد گلپا در سال 1318 وارد دبستان فرهنگ شد و به عنوان قاری قرآن در کلاسش برگزیده شد. در این فعالیت ها وی با آشنایی با قاریان قرآن و تعذیه و کار کردن زیر نظر آنها اصول اولیه آوازخانی را آموخت. در سال 1320 به صورت جدی و منظم تعلیم موسیقی و دستگاه ها را نزد پدرش آموخت. تا اینکه گذرش به منزل حسن یکرنگی که مردی پاکتینت و دارایی صدایی خوش بود افتاد و او که به خوبی به گوشه ها و ردیف های ایرانی وارد بود گلپای جوان را مورد تشویق قرار داد در سال 1326 اکبر گلپایگانی اولین تجربه شرکت در یک گروه ارکستر کل را پیدا کرد و در سال 1327 در انجمن موسیقی برجسته نظام عضو شد و در سال 1328 به بعد کم کم با استادان تراز اول موسیقی آشنا شد و تعلیم را زیر نظر این استادان آغاز کرد مهمترین اتفاق زندگی استاد گلپا آشنایی با نور علی خان برومند است که در یکی از شبهایی که مهمان حسن یکرنگی بود با استاد آشنا می شود و استاد نور علی خان برومند از صدای او خیلی خوشش می آید و تصمیم به تعلیم وی می گیرد تا اینکه در سال 1337 روزی در باغ یکی از شعرا در مقابل سفیر ایتالیا قطعی ترکی خواند که همانجا با داوود پیرنیا مبتکر برنامه گلهای جاویدان برای شرکت در برنامه گلها از وی دعوت شد اکبر گلپایگانی جوان و با استعداد به زودی خواننده اصلی ارکستر گلها و گلهای جاویدان شد و گلپا 17 سال در این برنامه اجرای موسیقی داشت. استاد گلپا برای تحصیلات ابتدا به دانشگاه افسری رفت اما علاقه ای نداشت و از دانشگاه بیرون آمد و سپس در دانشکده نقش برداری پذیرفته شد و مدتی به عنوان کارشناس رهنی بانک مسکن مشغول به کار بود و خانه ها را قیمت گذاری می کرد. اما او چون علاقه زیادی به موسیقی داشت این کار را هم رها کرد و به طرف هنر موسیقی روی آورد. اکبر گلپایگانی در سال 1346 وقتی 34 ساله بود با دختر 17 ساله به نام گلرخ گرایلی در یک مهمانی خانوادگی آشنا شد و به صورت سنتی با هم ازدواج کردند. گلپا و همسرش دو فرزند دختر به نام ساقی و ساغر دارند. که ساقی متعهل و فوق تخصص قلب دارد و در آمریکا ساکن است. ساغر نیز متعهل است و دکترای ریاضیات دارد و در بورس فرانسه فعالیت دارد. استاد گلپا در سال 1348 در رادیو یک داستان هفت قسمتی بازی کرد و در سال 1350 هم در فیلم هنجره طلایی ایفای نقش کرد او از آن پس لقب گلپا و هنجر طلایی را از آن خود کرد پنج دکترا از مجامع معتبر موسیقی دارد اما همواره تأکید داشت که او را دکتر خطاب نکنند می گفت من گلپا هستم و به گلپا بودنم افتخار می کنم بسیاری از کسانی که مردم با آنها خاطره دارند از شاگردان من بودند خانم هایده و محسی چند سالی من به آنها آموزش موسیقی می دادم. آقای گلپا در سال 1340 به همراه فرهنگ شریف در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس موسیقی ایرانی پرداخت و همان سال کنسرت های متعددی در هلند و لندن اجرا کرد. اما بعد از انقلاب 57 از اجرای موسیقی و فعالیت هنری من شد. خودش در یک مصاحبه میگوید اگر اراده کنم در آمریکا میخوانم و آنقدر پول به پایم میریزند که گویی دلار از شیر سماور میریزد او همچنین میگوید در یکی از برنامه های کنسرت هم در آمریکا ابراهیم تاتلیس خواننده ترکی برای تماشای برنامه آمده بود که او را به روی سن دعوت کردم و اجرای مشترکی با هم انجام دادیم استاد گلپا در مصاحبه دیگر میگوید تلاشم را ادامه می دهم و میدانم که ماه پشت ابر نمی ماند شاگرد توانمند و با استعدادی دارم که حمایتشان میکنم و تا امروز حتی ریالی پول از آنها نگرفتم مونتا ایده این ثروت هنری را تا امروز اذیت کردند و مجوز فعالیتشان را نمی دهند و میگویند بروید نجاری یاد بگیرید این کارها گناه است موسیقی هیچ وقت بد نمی شود. خودشان بد هستند و باید خودشان را اصلاح کنند و از مردم و کسانی که در حقشان جفا کردند عذرخواهی کنند. من امروز شاگردی دارم که اگر اجازه فعالیتش را بدهند تن شنوندگان را به لرزه می اندازد. اما حیف که نمی گذارد هنر مسیر خودش را طی کند. او همچنین در مصاحبه دیگر گفته بود من احتیاجی به مجوز ندارم کاری ندارم که بگذارند یا نذارند در فضای تحت نظرشان آثارم را منتشر کنم یا برای مردم کنسرت بگذارم گلپا آوازخانه مردم ایران در سر و سر دنیاست شبکه های مجازی هم امروز به یاری کسانی آمدند که صدایشان در رسانه های داخلی جایی ندارد آقای گلپا ادامه می دهد که این کار را ادامه خواهم داد و تا روزی که زنده هستم برای مردمم نفس میکشم و اگر خدا بخواهد کار میکنم خوشبختانه مردم از طریق تلگرام با من در ارتباط هستند و سایت ها و شبگاه های بین المللی ای هم آثار و کنسرت هایم را پخش می کنند. و اما استاد اکبر گلپا این هنرمند پیشکسوت کشورمان اصر امروز سیزدهم آبان ماه 1402 دار فانی را ودا گفت روحش شاد و یادش گرامی خیلی خیلی ممنون از لطف شما به خاطر لایک این ویدیو لطفا شما دوستان هم یک جمله در وصف این هنرمند محبوب کشورمان برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید لوگو سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک ساده می تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید خیلی خیلی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون